سرخط خبرها. مراجعه کننده خیلی بیشتر شده، مخصوصا مریضایی که نیاز به آی سی یو دارن. ما تخت آی سی یو نداریم. هشدار دوباره درباره وضعیت بحرانی کرونا در تهران. با مرگ 235 نفر دیگر، تعداد روزانه قربانیان به رکورد قبلی بازگشت. بستری شدن دوباره استاد سرشناس آواز ایران. بیمارستان جمع میگوید سطح هوشیاری محمد رضا شجریان پایین است. سفر اشرف غنی به قطر همزمان با بنبست در مذاکرات صلح. رئیس جمهوری افغانستان قرار است با زلمه خلیلزاد دیدار کند. و تعداد مبتلایان به کرونا در جهان از 35 میلیون نفر گذشت. سلام بر شما، به این بخش خبری خوش آمدید. شمار جان باختگان ناشی از ابتلا به کرونا در ایران به رکورد قبلی رسید. در شبانه روز گذشته 235 نفر جان خود را از دست دادند. آماری که مسعود مردانی عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره آن تردید دارد. آقای مردانی گفته که آمار جان باختگان ممکن است بسیار بیشتر باشد. همزمان ظرفیت بیمارستان‌ها در ایران تکمیل شده و بخش‌های مراقبت‌های ویژه تخت خالی ندارند. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. مراجعه کننده خیلی بیشتر شده، مخصوصا مریضایی که نیاز به آی سی یو دارن. ما تخت آی سی یو نداریم. ظرفیت تکمیل است. بیمارستان ها و بخش های مراقبت های ویژه در ایران تخت خالی ندارند، در حالی که آمار مرگ و میر ناشی از کرونا بار دیگر به رکورد قبلی خود رسیده. 235 نفر در یک روز، تلفات بیش از 200 نفر برای دومین روز پی در پی. آمار وزارت بهداشت ایران که حتی عضو ستاد مبارزه با کرونا هم آن را باور نمی کند. مسعود مردانی در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته شمار جانباختگان بیشتر از این است. این آمار اعلام می شود که مردم بدانند هر روز حداقل 200 نفر از عزیزان ما و آنها بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 فوت می کنند. که البته اعتقاد من این است که آمار فوت ممکن است از این عدد بسیار بیشتر باشد. اکثر استانهای ایران در وضعیت قرمز هستند، اما ظاهراً وضعیت تهران را کلمات معمول زرد، نارنجی و قرمز نمیتوانند توصیف کنند. به گفته آقای مردانی وضعیت پایتخت ایران فوق حاد است و اگر سفرهای آخر هفته شروع شود احتمالاً باید بیمارستانهای صحرایی برپا کرد. از دو روز پیش تهران به مدت یک هفته تعطیل شد، اما نه تعطیلی عمومی، برخی مشاغل و اصناف و مساجد بسته شدند. زمزمه‌هایی از احتمال تعطیلی بیشتر هم هست. دیروز محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت برای کاهش شیوع ویروس نیاز به دو هفته تعطیلی است. روزنامه همشهری در صفحه اول خود به موانعی که سر راه این اقدام وجود دارد اشاره کرد. پروتکل‌ها و ابلاغیه‌های تفسیرپذیر، تصمیم‌گیری کند، اختلاف نظر درباره دورکاری، مقاومت اصناف در برابر تعطیلی و نگرانی از سفر. بسیاری تعطیلی را فرصتی برای مسافرت می‌دانند، بی‌اعتنا به بحران موجود. و در شرایطی که مشخص نیست چرا مانند دیگر کشورها دولت محدودیتی برای سفرهای داخلی وضع نمی کند. سفر به عراق در این ایام در سالهای پیش معمول بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید در آستانه مراسم 40 امام سوم شیعیان مرزهای ایران و عراق بسته شده برای جلوگیری از شیوع کرونا. راه پیمایی بزرگ شیعیان از سراسر دنیا اتفاق می افتاد، متاسفانه به خاطر شرایط ویژه و بیماری کرونا اتفاق نخواهد افتاد و شاهدش نخواهیم بود. تصمیمی که ایران اگر برای مراسم محرم گرفته بود و از احتمالاً این گونه نمی بود. ما عزاداری همه جا عزاداری امام حسین رو باید انجام بدیم. ملت عزیز ایران تشکر میکنم به خاطر حسن رفتارشون در دهه عاشورا. تصمیم به برگزاری مراسم محرم برخلاف پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی و در حالی که مقام‌های ایران از آن آگاه بودند. این حرف‌های معاون وزارت بهداشت ایران درباره جلوگیری از تجمع‌های گسترده. مهمترین اقدام و اولین اقدامی که سازمان بهداشت جهانی گفته جلوگیری از اتفاقات تشدید کننده است. اتفاقات تشدید کننده چیه؟ هر تجمعی
اهم از تجمع ورزشی، مهمانی و عروسی، مذهبی و اصولا هر تجمعی بیش از چند کلان تعطیل. ما تراکتور و پرسپولیس بردن، خیلی خوشحال شدیم، ولی این تجمعات نگرانمون کرد. تو خوزستان که مردم جمع شدن دستبوسشون رو بستیم، ولی کرونا از هر فرصتی استفاده میکنه، ضربش رو میزنه. کرونا شاید از هر فرصتی استفاده کند، اما فرصتی که سوخت ممانعت از برگزاری مراسم محرم بود و بیش از 2700 نفری که فقط طی دو هفته جانشان را از دست دادند. البته اگر آمار دقیق باشد. پرهام قبادی، بی بی سی. دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک پزشکی، استاد دانشگاه بریستول در بریتانیا، از همین شهر با ما هستند. آقای دکتر، وضعیت بسیار نگران کننده است. چرا دوباره شاهد چنین افزایشی در آمار مرگ و میر و ابتلا در ایران هستیم؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه، و اگر اجازه بدید قبل از پاسخ به سوال شما، دوست دارم آرزوی سلامتی برای استاد بزرگ و مسلم موسیقی ایران، استاد شجری هم داشته باشم. ببینید، بیماری های ویروسی خب به هر حال بر اساس نوع ویروس، ساختمان دی ان ای و محتوای ژنتیکیشون، وقتی فردی رو مبتلا میکنن ممکنه منجر به مرگ بشن. عوارض یا زایاتی که در اثر بیماری‌های ویروسی ایجاد میشه به چند عامل بستگی داره. اولی خود ویروس هست. اینکه این ویروس تا چقدر کشنده است و یا با چه سرعتی جهش ژنتیکی پیدا میکنه، تغییر میکنه و میتونه در واقع افراد رو بیشتر و بیشتر درگیر کنه. مسئله دوم خود افراد هستن یا مقاومت سیستم ایمنی بدن ما هست نسبت به اون ویروس. و عامل سوم میزان دسترسی ویروس به افراد هست در جامعه. روی عامل اول، نوع ویروس و موتاسیون‌هاش، ما نمیتونیم دخالتی بکنیم، در اثر عوامل طبیعی پیش میاد. سیستم ایمنی بدن افراد هم به هر حال شرایط خاص و موقعیت ثابت خودش رو داره. نکته اصلی که باعث این ابتلا شده به نظر بسیاری از اساتید محترم و شخصا همینجور فکر میکنم، سرایت ویروس به افراد بیشتر و در مبتلا شدن افراد بیشتر به ویروس. خب هرچه تعداد کسانی که مبتلا به ویروس کرونا میشن بیشتر باشه، مسلما مرگ و میر بیشتر خواهد بود، و این رو نهایتا مسئولیت اصلی و کلیش به عهده کسانیه که در طول یکی دو ماه گذشته به جای مراقبت و به جای نظارت مردم رو تشویق کردن که بشینید صحیفی سجادیه بخونید تا مشکل پیدا نکنید، مریض نشید یا خوب شید، و یا جلوی تجمع افراد رو در جامعه در عزاداری های ماه محرم نگرفتن. مسئولیت اصلی و مستقیمش یقیناً با دولت و حکومت، ولی متاسفانه ظاهراً برخی از هموطنان ما هم آنچنان که باید و شاید ضوابط رو رعایت نمی کنن. الان چی کار میشه کرد آقای دکتر؟ ببینید، همین امروز اگر فرضاً در شهرهایی که مشکل زیاد هست، یه حالتی، نمیگم حکومت نظامی، یه حالتی پیش بیاد که مردم مجبور باشن تو خونه هاشون بمونن و از خونه خارج نشن، مگر فقط و فقط در موارد ضروری، مگر لازمه مثلا مواد غذایی تهیشه، فقط یک نفر از اعضای خونه بیاد بیرون، اون هم با ماسک با رعایت. اگر دولت بتونه 3 تا 4 هفته این شرایط رو کاملا به صلاح به صورت اجبار و با اجبار و زور این شرایط رو ایجاد بکنه، ویروس به مقدار بسیار زیادی مهار خواهد شد. ولی متاسفانه دولت ظاهرا نظارتی نداره و فقط به مردم توصیه میکنه، و این خب مشکل رو بیشتر و بیشتر کرده. سپاسگزارم از دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک پزشکی. در ادامه برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. دبیر کل ناتو خواستار آتش بس فوری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ شد. ینس استولتنبرگ که به ترکیه سفر کرده گفت انتظار دارد این کشور از نفوذ قابل توجه خود برای آرام کردن شرایط استفاده کند. همزمان وزارت خارجه ایران درباره تعرض به مرزهای ایران هشدار داده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفته ایران طرحی برای پایان دادن به درگیری‌ها دارد که به زودی بعد از مشورت با طرف‌های درگیر و همینطور دولت‌های منطقه آن را اعلام می‌کند. در درگیری‌هایی که از 9 روز پیش شروع شد، حدود 250 نفر کشته و صدها نفر بی‌خانمان شدند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید درآمد حاصل از فروش نفت ایران در سال جاری در بهترین حالت 5 میلیارد دلار است. مجید رضا حریرچی گفته علاوه بر کاهش صادرات نفت، صادرات غیر نفتی ایران هم به دلیل تحریم و شیوع کرونا کاهش یافته. درآمد ایران از محل فروش نفت در سال 2011 بیش از 110 میلیارد دلار و سال 2018 حدود 26 میلیارد دلار اعلام شده بود. در دو سال اخیر مقام‌های دولتی ایران گزارش‌های متناقض و متفاوتی درباره درآمد نفتی اعلام کردند. فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی زندانی در ایران، به کرونا مبتلا شده. آقای میثمی این خبر را در یک تماس تلفنی از زندان رجایی شهر اعلام کرده و گفته حال جسمیش خوب است. فرهاد میثمی بعد از فعالیت‌هایش علیه حجاب اجباری به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 6 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها محکوم شد. محمد رضا شجریان، استاد سرشناس آواز سنتی ایران، بار دیگر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شد. بیمارستان جمع در اطلاعیه از پایین بودن سطح هوشیاری آقای شجریان خبر داده. بار قبل در اواخر مرداد ماه به علت کاهش سطح هوشیاری و شوک عفونی در بیمارستان بستری شده بود. بخشی از توضیحات دکتر حسن عباسی، پزشک معالج آقای شجریان رو بشنویم. از روز گذشته شرایط عمومی استاد تغییر پیدا کرد و گرفتاری های متعددی به صورت نارسایی های ارگان های مختلف، اشکال در انعقاد خون، اشکالات کلیوی و عمومی پیدا کردند و ایشون رو به بخش آی سی بیمارستان جمع منتقل کردیم. حالا هم با کمک همه همکاران و متخصصین مربوطه کارهایی رو که میتونیم و گرفتاری هایی رو که قابل حل یکی یکی داریم انجام میدیم، ولی خب خیلی شرایط ایدئال نیست، حال عمومی استیبل نیست، گرفتاری های زیادی در ارگان های مختلف داریم که با کمک متخصصین در جریان حل و فصلش هستیم. حسن عباسی بود، پزشک معالج محمد رضا شجریان. همکارم مریم زهدی هم همراه ما شده. مریم، خبرها زد و نقیز بوده، میدونیم که وضعیت هم به گونه ایست که هر لحظه ممکنه اتفاقی بیفته. چه خبرهای تازه داریم؟ این توضیحات آقای دکتر عباسی رو ما چند ساعت پیش ضبط کرده بودیم، بعد از اینکه خبر نادرست درگذشت آقای شجریان منتشر شد باز هم با ایشون صحبت کردم که تکذیب کردن. باز همین چند دقیقه قبل از اینکه با هم دیگه الان صحبت بکنیم، من با آقای عباسی صحبت می‌کردم، از کنار آقای شجریان صحبت میکردن، میگفتن که وضعیت کماکان همونجوری که توضیح دادن مناسب نیست، سطح هوشیاری پایینه، مشکل دارن، دکترها دارن تلاش میکنن کاری که از دستشون برمیاد بکنن و سلامتی رو بهشون برگردونن. از مردم خواستن که به شایعه ها توجه نکنن، وضعیت تغییری نکرده، دقیقا همون جزئیاتی که در اطلاعیه آمده بود در صحبت های آقای دکتر الان شنیدیم، وضعیت به همون شکل هست و از مردم خواستن که دعا بکنن و تا بلکه دعای نیم شبی دفع صد بلا بکنند. اولین واکنش رو هم از طرف خانواده آقای شجریان از سمت همایون داشتیم که همون اطلاعیه که بهش اشاره کردی و همین جزئیات توش آمده بود رو به شکل استوری اینستاگرام منتشر کردن که طبعا به معنای تایید این و تکذیب خبرهایی که در مورد درگذشت ایشون منتشر شده بود هست. موضوع اطلاع رسانی درباره حال آقای شجریان موضوعی است که در سطح ملی در ایران داره دنبال میشه. به چرا اینقدر خبرها زد و نقیزه؟ گه گداری هم افراد دیگر رو سردرگم میکنند. بله، میخوام بگم در سطح ملی هم فقط نه و فراملی، همونطور که ما میشنویم این ورانور بیرون ایران هم دارن دنبال میکنن این خبرها رو. این خبر بسیار، احوال آقای شجریان بسیار حساس هست، مهمه برای دوستدارانشون، از همه جا دنبالش میکنن. مال الان هم نیست، از دفعات قبل همینجور بوده، هر دفعه که گفتن حال ایشون بده همه براشون مهم بود که بدونن چطور اوضاع، چجوری، هر لحظه چی میشه. قبلا سردرگمی هایی بود برای اینکه نمیدونستن از کدوم منبع باید خبرها رو کسب بکنن، ولی چند بار این آشفتگی ها باعث شد که یک کانال مشخص پیدا بکنه. الان بیشتر بیمارستان جمع داره اطلاع رسانی میکنه و من نمیدونم به چه دلیل بود که صدا و سیما منتشر تا در کانال تلگرامیش و پلتفرم های مختلف اعلام کرد که ایشون درگذشتن، در صورتی که اینطور نبود. و باشگاه خبرنگاران جوان که همکاری نزدیک و تنگ و تنگی با صدا و سیما داره
چند دقیقه بعدش همین خبر صدا و سیما رو تکذیب کرده بود. بیشتر از قول صدا و سیما این خبر این ور اون ور کار شد و اعتماد کردن به این رسانه‌ای که ادعای ملی بودن داره و انحصاری در ایران داره فعالیت میکنه، که در حقیقت اینطور نبود و تکذیب شد. الان هم همه امیدوارن که حالا ایشون بهتر بشه و بهترین هستش که با دقت بیشتر این خبرها دنبال بشه. ما هم تلاش میکنیم با سرعت و دقت زیاد این خبرها رو دنبال بکنیم و به مخاطبانمون خبر رسانی کنیم. بسیار ممنونم از مریم زهدی همکارم، و همونطور که مریم اشاره کرد میتونید برای دریافت تازه‌ترین خبرها به سایت ما مراجعه بکنید و تازه‌ترین ها رو اونجا دریافت کنید. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. مراجعه کننده خیلی بیشتر شده، مخصوصا مریضایی که نیاز به آی سی یو دارن. ما تخت آی سی یو نداریم. با مرگ 235 نفر در یک روز تعداد روزانه قربانیان کرونا در ایران به رکورد قبلی رسید. همزمان یک عضو ستاد ملی کرونا میگوید که آمار جان باختگان ممکن است بسیار بیشتر باشد. محمد رضا شجریان بار دیگر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شد. بیمارستان جمع از پایین بودن سطح هوشیاری استاد آواز ایران خبر داد. در ادامه این برنامه، تعداد مبتلایان به کرونا در جهان از 35 میلیون نفر گذشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به قطر رفته تا با مقام‌های بلندپایه این کشور و همینطور هیئت افغانستان در مذاکرات صلح این کشور دیدار کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که اختلاف‌ها بر سر تعیین شیوه مذاکرات بین هیئت دولت و هیئت طالبان همچنان ادامه دارد. همکارم فؤاد مسیحا اینجاست، خبرها رو دنبال کرده. گفته میشه که آقای غنی نشستی داشته با خبرنگارها، چه اطلاعی داریم از سفرشون در قطر؟ جمال، این نشستی که اشاره کردی همین لحظه جریان داره و هنوز صحبتی از این جلسه بیرون نشده که دقیقاً آقای غنی چی گفته. ما در آخرین لحظه که با یک از همکارانم که در اون نشست حضور داره صحبت کردم، گفت که آقای غنی هنوز شروع به صحبت نکرده و آقای صالح در حال صحبت است. اما پیش از این جلسه آقای غنی با هیئت مذاکره کننده افغانستان که سه هفته است در قطر مشغول مذاکره با در واقع چانه زنی با طرف طالبان هستند، دیدار داشته و در واقع دیدار اونطوری که یکی از اعضای این هیئت به بی بی سی گفته بیشتر یک دیدار تشریفاتی بوده و گزارشگیری از هیئت بوده که در طول این سه هفته چی گذشته. اما خب قرار است که در آقای غنی در ادامه سفر خود به قطر با مقامات قطری از جمله امیر قطر، نخست وزیر قطر دیدار بکنه و گفته شده با آقای خلیلزاد نماینده آمریکا هم که به قطر رفته با او هم دیدار خواهد کرد. هیچ نشانه ای از شکستن بنبست مذاکرات دیده میشه؟ نه، و ما چیز نشانه ای که نشان بده که مذاکرات در حال شکست، یخ مذاکرات در حال شکستن است، ندیدیم. اما سخنگوی طالبان در گفتگویی که با بی بی سی فارسی داشت اشاره کرد که ما پیشرفت های داشتیم، اما واضح نساخت که دقیقا این پیشرفت ها چیست و آیا بر سر و دو موضوعی که اینا باعث شده که مذاکرات به بنبست برسه، یعنی بحث فقه حنفی و موافقتنامه آمریکا و طالبان، آیا در او به توافق رسیدن یا نه. از اون طرف یک نکته دیگه در مورد سفر آقای غنی بگم، در هر دو طرف هم طالبان و هم اعضای هیئت مذاکره کننده افغانستان گفتن که الزاما این سفر به مذاکرات صلح ارتباط نداره و سخنگوی هیئت افغانستان گفت که بیشتر در چارچوب روابط بین المللی افغانستان اجرا شده. اما نکته ای که هست این است که دولت افغانستان میتونه با این سفر آقای غنی و دیدار با مقامات قطری در دوحه، جایی که محل مذاکرات و محل استقرار دفتر سیاسی طالبان است، یک مانور سر مشروعیت سیاسی حکومت افغانستان بده و از این نظر میتونه به نفع دولت افغانستان تمام بشه. ممنونم از همکارم فؤاد مسیحا که جزئیات این سفر رو از اینجا در استودیو دنبال کرده. اما شمار موارد ثبت شده ابتلا به کووید 19 در جهان از 35 میلیون نفر هم فراتر رفته و بر اساس اعلام دانشگاه جانز هاپکینز آمار جانباختگان ناشی از ابتلا به کرونا از 1 میلیون نفر گذشته. همزمان با
اعمال سختگیری های بیشتر در بعضی از کشورها، محدودیت های اجتماعی در نقاط دیگری از جهان رو به کاهش گذاشته. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم علی خردپیر. از غافلگیری جهانیان در برابر همه‌گیری ویروس نوظهور کرونا ماها سپری می شود و همچنان نبرد مرگ و زندگی ادامه دارد. پژوهشگران دانشگاه جانز هاپکینز می گویند که تا اینجا در سراسر جهان بیش از 1 میلیون نفر جان باختند و شمار ثبت ابتلا به کووید 19 از 35 میلیون هم گذشته. کرونا تا به حال به جان شماری از سیاستمداران و چهره های سرشناس بین المللی هم افتاده. رئیس کمیسیون اروپا هفته گذشته در جلسه حاضر شد که جواب آزمایش کرونا یکی از شرکت کنندگان در آن جلسه حالا مثبت اعلام شده. اورزولا فون در لاین نگران افزوده شدن نامش در فهرست مبتلایان اعلام کرده که بر اساس مقررات خود را تا پایان فردا سه‌شنبه قرنطینه می کند. کمی دورتر از بروکسل و مقر اتحادیه اروپا، دولت فرانسه اعلام کرده که تمامی کافه ها و میکده ها از فردا در پاریس تعطیل می شوند. این تصمیم در تعارض با فرهنگی که کافه نشینی از آن جدایی پذیر نیست، با اوج گرفتن میزان ابتلا به کرونا گرفته شده. نه فقط تدابیر سختگیرانه، که حتی استفاده اجباری از ماسک هم البته گاهی با اعتراض هایی روبروست. اینجا در شهر کنستانس آلمان هزاران شهروند مخالف محدودیت‌های اجتماعی تظاهرات کردند. مشکل اینه که همه باید ماسک بزنیم. کودکان در مدرسه مجبورن ماسک بزنن و اینها نشانه‌های بارز وضع خیلی بد فعلیه. ما باید توی رستوران‌ها اسم و آدرسمون رو بدیم و مجبور به این کار میشیم. وقتی هم که از منطقه پرخطری برمیگردیم مجبور میشیم که آزمایش بدیم. واکنش ها همزمان با انتشار خبر افزایش میزان ابتلا در برخی از کشورهاست. در آمریکا ظرف هفته گذشته بیشترین آمار شیوع کرونا در 9 ایالت ثبت شده و افزایش مبتلایان در بریتانیا هم به نگرانی ها افزوده. با این حال از گوشه و کنار خبرهای امیدبخشی هم شنیده می شود. رستوران ها و کافه ها در ایالت مهاراشترای هند پس از وقفه 6 ماهه بازگشایی می شود و در آکلند، شهری که به کانون کرونا در نیوزیلند بدل شده بود، هم دیگر خبری از محدودیت ها نخواهد بود. ما یکی از معدود جاهایی هستیم که شما می توانید به هر تعداد گرده هم جمع شوید، بدون محدودیت سر کار بروید و در ورزشگاه ها به تماشای مسابقات بنشینید. با وجود این خبرها، زندگی در اقصا نقاط جهان همچنان تفاوت چشمگیری با دوره زمانی مشابه در سال گذشته دارد و دستیابی به واکسن کرونا به آرزوهای جمعی بشر افزوده شده. علی خردپیر، BBC. جایزه نوبل پزشکی سال 2020 به کاشفان ویروس هپاتیت سی رسید. هاروی آلتر و چارلز رایس، دو دانشمند آمریکایی، و مایکل هوتون بریتانیایی برندگان نوبل پزشکی امسال اعلام شدند. کمیته اهدا کننده جایزه نوبل میگوید کشف این سه دانشمند جان میلیون ها نفر را نجات داده. ویروس هپاتیت سی به عنوان یکی از عوامل اصلی ابتلا به سرطان کبد شناخته می شود و از دلایل عمده نیاز به پیوند کبد در بیماران است. رئیس دیوان عالی بریتانیا، عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور، میگوید هیچ یک از 12 قاضی ارشد این دیوان از اقلیت‌های قومی نیستند و این نهاد نمی‌تواند به این شکل کار خود را ادامه دهد. لورد رید در گفتگو با BBC گفته نباید بگذاریم این شرایط به نقطه خجالت بار برسد. 12 قاضی دیوان عالی همه سفیدپوست هستند و در میان آنها فقط 2 زن وجود دارد. پزشکان رئیس جمهوری آمریکا که به علت ابتلا به کووید 19 در بیمارستان نظامی والتر رید تحت معالجه است، امروز تصمیم می‌گیرند او را از بیمارستان مرخص کنند یا نه. خود دونالد ترامپ می‌گوید حالش خوب است و بی‌صبرانه منتظر بازگشت به کار و مبارزات انتخاباتی است. اقدام دیروز او در خروج از بیمارستان با اتومبیل برای تشکر از طرفدارانش که در بیرون تجمع کرده بودند، انتقاد خیلی‌ها را به همراه داشته که می‌گویند ممکن است رئیس جمهوری آمریکا جان راننده و محافظانش را به خطر انداخته باشد. کسری ناجی گزارش می‌دهد.
حضور طرفداران آقای ترامپ در بیرون بیمارستان در شمال واشنگتن که برای او دعا میکنند، ظاهرا رئیس جمهوری آمریکا را که در این بیمارستان به علت ابتلا به کووید 19 تحت مداوا است، به اندازه زیادی تحت تاثیر قرار داده، به قدری که او دیروز نتوانست خودش را کنترل کند. او تخت بیمارستان را رها کرد و سوار بر اتومبیل از طرفدارانش دیدن کرد و برای آنها دست تکان داد. تشکر از به قول او میهن پرستانی که هر روز اینجا جمع می شوند. اما اقدام او انتقادهای زیادی به دنبال داشته، از کسانی که می گویند او با این کارش جان رانندهش و محافظانش را در اتومبیل به خطر انداخته. طبق قوانین خود دولت بیمار کووید 19 باید در قرنطینه باشد و فقط برای معالجه از قرنطینه خارج شود. این رئیس جمهوریه که هر فرصتی رو یک برنامه زنده تلویزیونی میبینه و فرصتی برای تبلیغ خودش، و به نظرم پیامش با این کار اینه که حالم به سرعت داره خوب میشه و رئیس جمهوری قدرتمند هستم. خیلی از آمریکایی‌ها میپرسن که چرا این کارو کرده؟ چرا پزشکا بهش چنین اجازه‌ای دادن و با این کار همه توصیه‌های پزشکی دولت رو زیر پا گذاشته؟ چند دقیقه پیش از آن آقای ترامپ از اتاقی در بیمارستان این پیام ویدیویی را در توییتر منتشر کرد. پیامی که در آن رئیس جمهوری آمریکا با کت و شلوار و ظاهرا در سلامت گفت از بیماریش خیلی چیزها یاد گرفته. او امیدوار است که پزشکان امروز او را از بیمارستان مرخص کنند تا او بتواند به مبارزات انتخاباتیش برگردد. پزشکان رئیس جمهوری آمریکا دیروز در مقابل بیمارستان در مقابل دوربین ها گفتند که حال او رو به بهبود است و ممکن است او را امروز از بیمارستان مرخص کند. این مسئول تیم پزشکی معالج آقای ترامپ دیروز قبول کرد که سخنان روز قبل او زیاد از حد خوشبینانه بوده و او می‌خواسته جنبه های مثبت را برجسته کند. او همچنین از پاسخ دادن به بعضی از سوال ها طفره رفت، عمل کرده که این تصور را ایجاد کرده که تیم پزشکی آقای ترامپ آنچه را که رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد در مقابل خبرنگاران عنوان می‌کند و نه لزوماً همه ی حقیقت را. در روزهای اخیر دست کم 8 نفر از نزدیکان و مشاوران آقای ترامپ به کووید 19 مبتلا شدند و این نظریه به سرعت تقویت می‌شود که در این مهمانی در کاخ سفید شرکت کردند. مهمانی که خیلی ها در آن نه ماسک زدند و نه فاصله اجتماعی را حفظ کردند و بعد هم به داخل سالن رفتند، جایی که آنهایی هم که ماسک داشتند ماسک هایشان را برداشتند. یک مهمانی بزرگ برای گسترش سرایت کووید در کاخ سفیدی که هنوز هم توصیه های خود دولت را نادیده می گیرد. کسری نجی، بی بی سی. ممنونم از اینکه با این بخش خبری همراه بودید.